دو تا اول که مال فصل ده کتابه، یکی سوال ده هشت کتابه و دیگری هم سوال ده 22 کتاب هست. این هم اجازه بدید من اینو موبایل این پنسل کرسش. خب توی مسئله یک، اون چیزی که در از شما خواسته شده اینه که یک الگوریتمی رو ارائه بدید از نوع همون لاکاوت فری که مثلا همون بیکری آیلمپورت منطقه مرتب برای دو پردازه باشه و حالا از ثبات های سینگل رایت مالتی ریدر مثل همون رجیستر هایی که آیلمپورت استفاده میکنه برای انجام دادن عملیات های نوشتن و خوندن هم استفاده بکنه و اون الگوریتم که ارائه دادید بعدش هم درستیشو اثبات بکنه. من حالا اگه بخوام یکم راهنماییتون بکنم، شما دو تا روش دارید برای انجام این کار. یکی اینه که همون الگوریتم آقای لمپورت رو بیاید تبدیل بکنید به حالتی که فقط دو پردازه داره و به جای این پردازه رو دو پردازه حرف بزنید و خب اون جواب میده دیگه و اگه شما اونو بنویسید تقریبا خواستای مسئله رو ساتیسفای کرده. درست اثبات درستیش هم همون اثبات کتاب رو اگه کمی تغییر بدید و یه جورایی مپش بکنید با حالتی که دو پروسس داریم اثباتش هم انجام دادید. و نکته که وجود داره اینه که فکر کنم اتفاقا توی گوگل هم اگه سرچ بکنید بعد کدش برای حتی دو پردازه هم وجود داشته باشه، ولی خب موقع اثباتش نیست، یکم بعد اثباتش رو دیگه همون کتاب کنید. یه راه دیگه ای که برای حل این مسئله میتونید انجام بدید، همونطور که خود خانم لینچ هم میگن، برید از الگوریتمی که توی مقاله آقای پترسون و آقای مایکل فیشر تحت عنوان Economical Solution for a Critical Section Problem in a Distributed System یعنی چه مقاله ایه، از اون کمک بگیرید. اون تو هم اثباتش هست هم کدش هست. حالا به حال دو تا روش برای حل این مسئله هست که بنده گفتم، میتونید از اونا هم استفاده بکنید. آره میشه ببین حالت چیز دو پردازه ایش، فقط من یه لحظه اینو نگاه کنم ببینم، چون فکر کنم این الگوریتمو دکتر ایزدی تدریس نمی‌کنه معمولا، سینگل رایتر. خب اینم روی فکر کنم آره از اینم میتونید استفاده بکنید، اینا اگه مپ بکنید اوکی. ولی عنوان مقاله ها ببین خود لینچ زده، بذار من عروض چیزش بهت بگم. مقاله 242 مقاله 242 تایلینچ رو اگر نگاه بکنید، همون مقاله ای که بعد خوبیه این که برید سمت اون مقاله اینه که میتونید از همون اثباتی که اون تو نوشته شده هم استفاده بکنید، یعنی خیلی زیاد به تغییر دادن و اینا نیست. ولی اگه بخواید از الگوریتم برنز و الگوریتم همون بیکری و اینا استفاده بکنید، به حال اون الگوریتم‌ها باید بتونن خواسته مسئله رو ساتیسفای کنن دیگه، هم نوع لاک اوت فری باشن و هم از این نوع خاص رجیستر استفاده بکنن و نه از رجیسترای نه از رجیسترایی که حالا مکانیزم متفاوتی دارن. اونایی هم که تو کتاب هست فکر کنم مال امپرازنده است، حتی الگوریتم های لامپور و اونا با مپ بشه به دو پرازنده، بنابراین یکم اثباتو همه اینا به هم میخوره. ولی الگوریتمی که خود لینچ هم معرفی کرده توی کتاب، اونو اگه مقالهشو یه نگاهی بندازید میتونید همون مستقیما استفاده بکنید دیگه، یعنی یکم راحت‌تر میکنه کارتون رو به نوبه. و اینم از این سوال. به حال سخت نیست. سوال بعدیش هم اینطور، یعنی فقط کافیه یه مثال نقض بزنید بگید که آقا ما اگه به جای استفاده از اعداد صحیح مثلا بیام من اونو به یه عدد خیلی بزرگی تقسیم بکنم و از باقی مونده جای اون عدد صحیح استفاده بکنم، چرا اجرا فیل میشه؟ و فقط کافیه یه مثال نقض بزنید، مثلا اون عدد بزرگی اینه، من الان اگه شروع بکنم انجام دادن و اینجوری برم جلو طبق این اکزیکیوشن الگوریتم فیل میشه، بنابراین نمیتونم این کارو بکنم. یعنی یکم باید با الگوریتم بازی بکنید، ایده خاصی نداره. یا مقاله‌ای نیست که بهتون بگم مثلا برید بخونید و اینها، و ساده هم هست، خیلی سعی نکنید پیچیده‌اش کنید و اینا. روی کد اجازه بدید من اینو پیدا بکنم، چون من این کتابشو دارم پی دی افشو باید بگم لحظه بذارم اینو ببینم خود کتاب کجاشه بعد برم رو پی دی افش. خب بذارین من اینو از تو کتاب پیدا شد 297
اوکی بذار من پی دی افشو پیدا کنم بیارم بالا ارمون بهتون توضیح بدم. یه لحظه ایزه بدید من اسکرینم رو قطع کنم. وایسی من دیگه دانلودش کنم پیداش نمیکنم چرا یه لحظه ایزه بدید الان این متاسفانه بدیشه آه پیداش اینو بازش کنم صفحه‌مو شیر کنم خب الان صفحه دارید دیگه ها من ببینم که این کجا هستش 297 ها اینجا پیداش کنید 96 صفحه بعدیش 97 خب ببینید این الان اینجا الگوریتم بیکریه و حالا این پروسس هایی که ما داریم میخوان اینجا یه نامبری از این اعداد اینتیجر پیدا بکنن و بحثی که هستش اینه که موقعی که این قسمت کد میخواد اجرا شه میگه آقا اون ماکس الان ماکس دست کیه علاوه یک کم بده به این و این ممکنه تا بی‌نهایت بره این میخواد جلوی این قضیه رو بگیره یعنی بگه که آقا ما اینجا یه مود بی بذاریم مود بی هم خیلی بزرگ در نظر بگیریم دیگه ولی میگه بازم اگر شما این کارو بکنی این الگوریتم فیل میشه حالا برای اینکه اثبات بکنی این اتفاق میفته واسه یه مثالی بزنی دیگه یه مثلا عدد بزرگی در نظر بگیر و یه اکسیکیوشنی از ابتدای الگوریتم بگو که اگه ما طبق این بریم جلو این استیت ها رخ بدهد در نهایت این به یک استیت خواهیم رسید که الگوریتم فیل میشه مثلا دو تا پروسس وارد کریتیکال ریجن میشن یه چنین چیزی یا الگوریتم درست کار نمیکنه یکی اون خواص شدست الان اوکیه حالا دیگه تو حلا رو می نویسید رو کاغذ انشالله دیگه قربون شما خب حل الان سوالی چیزی نیستش تا اینجا من چیزی جا ننداختم بچه خب بذارید من اینو بیارم اگر جا افتادم اینجا شما بنویسید خب مسئله سه که دو بخشه که خیلی بخش بش جالبه اول الفشو میگم ولی ذوق دارم که اول بشه حالا اول الفشو این حالا ورژن اسینکرونوس HS و یک کد پریکاندیشن افکت میخوایم براش که توی کتاب نیست ولی شما بنویسید کامل مثل فرمت لینچ بنویسید من اینو به این دلیل نوشتم که فکر نکنید برید کد بزنید مثلا او پایتون و اینا با فرمت لینچ بنویسیدش و درستیشو مبتنی بر کدتون اثبات بکنید دیگه دیدید مثلا موقع که کد مینویسم بعضی وقتا میگم طبق فلان دستوری که اینجا نوشته اینطوری میشه یه لم مینویسن و میرن جلو اونجوری در اصل پس باید یه کد بنویسید برای این HS طبق فرمت لینچ و اثباتش بکنید زیاد سخت نیست اون کد HS هم اگه ببینید ورژن ناهمگامش رو توی اون مقاله خود این حضرات اونم بهتون دید میده که بتونید مانند فرمت حالا فقط اون دیگه مپش کنید به فرمت لینچ من متاسفانه میگم ما سر کلاس نبودیم ولی خب اینا ممکنه تو امتحان بیاد ولی خب بعید میدونم چون ما اون ترمایی که داشتیم و اینا معمولا میگفتن و حالا سوالاتم این نکته بگم دوستان ما این سوالا هم که طرح میکنیم مثلا اینطوریه که خب بنده میفرستم برای هتی عزیز آیه آسام منظر و ایشون هم میفرستم برای دکتر ایزدی و ایشون هم تایید میکنن و تا
در خدمت شما قرار میگیره. ولی فکر کنم با مختصرا یه اشاره کرد دکتر ایزدی، معمولا اینطوریه که این سم خیلی عوض شد. خب حالا اینشالا تون نمیاد دیگه. نه خود دکتر تر میکنم، ما چی باشیم سوال بخوایم تر بکنم. ولی من مطمئنم اشاره شد، چون من واسه آی آسان مزه که دیگه قطعا در نظر، یعنی در جریانات کلاس و اینا هستم. ولی خب حالا سوال که ندادن که، حالا فردا انشالا بیاد سوالات، سوالات هم توسط خدای دکتر تر شده و نه سیلابس قطعا با ایشون. ببینید ما میدونیم که این ترم خیلی دکتر وارد مباحث ریاضیات نشدن، چون اون موقع هم که ما خودمون این درس رو داشتیم آی دکتر تا فصل 7 تدریس میکرد کتاب رو، بعد که فصل 7 تموم میشد میرفتن روی کتاب پرینسیپلز اف مدل چکینگ خانم کریستل بیر و آقای یوس پیتر کاتون و سه فصل اول اونو میگفتن. مثلا اون مباحثی که شما تو فصل 8 و 9 خیلی آبکی خوندید راجع به مثلا فیر تریسز و حالا اینکه این تریسز ها زیر مجموعه اینن و اونا، اونجا خیلی مفصلتر و فرمالتر و با دیتیلتر توضیح داده میشد. ایشون این که به جای این که اونا رو بگن بعد دیگه برگردن 8 و 9 رو اسکیپ کنن برن ارو 10 شروع بکنن، و برای اینکه خیلی وارد اون مفاهیم، خب نه در حد سیلابس دارم عرض میکنم خدمتتون، یعنی این که فکر کنم آقای دکتر گفتم وارد مباحث اثباتی نمیشن و اینا، اون چیزه بوده، اون کتاب یوس پیتر کاتون و لینچ بود که مثلا ما موقع خودمون پایین تم داشتیم دو سه تا سوال همون کتاب اومد، یعنی اصلا همون مباحث به شدت اثباتی و اینا. ولی خب قطعا سوالاتی که شما خواهید دید الگوریتمیه، ولی فکر کنم این دیگه باید اشاره شده باشه. به هر حال این سوالا به تایید خدای دکتر رسیده، ولی خب مطمئن باشید که الان اصلا تو میان تم سوال اثباتی داشتید، البته فکر کنم داشتید، ولی انتخاب انتخاب بکنید حداقل. یعنی مثلا من فکر کنم چون سوال میان تمتون رو که موقع ریلیز شد دیدم، مثلا یه سوال خیلی ساده بود که چه میدونم این چی بهش میگن مسج کامپلکسیتی الگوریتم ال سی آر تو بهترین حالت، بدترین حالت، حالت متوسط. خب مثلا حالت متوسط یه نمره اثباتی میشد دیگه، میرفت یه نمره امید ریاضی و این صحبت ها. ولی خب فکر کنم مثلا اون رو هیچ گل نکرده، همه رفتن. نه 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 اصلا اینطوری نیست اصلا. اولا که من هیچ کدوم از سوالات امتحان و اینا رو ندیدم، یعنی خدا وکیلی دارم بهتون میگم، و هیچ چیزی هم آقا نکنید فرافکنی نکنید، درست نیست به خدا. من اصلا نه ماها تر کردیم نه آره اصلا. یه دقیقه وایسید، اولا دکتر ایزدی تو خیلی مهربون شدم با شما، یعنی اصلا اون میان ترمی که شما دادید و مام دیدیم ما خیلی اصلا شوک شدیم. من فکر نمی‌کنم کسی بیشتر از 5 دقیقه برای اون میان ترم وقت گذاشته باشه. کسی گذاشته؟ یعنی اون امتحان من فکر می‌کنم فقط رفتی صرفاً تمریناتتون رو به هم دیگه چیز کردید، چی میگن؟ یه اصطلاحی داره. مرج کردید اینا رو با هم دیگه، یه ادیتی زدید و ارسال کردید. آره متصل کردید. به نوعی کلاژ کردید ها. اولالا اهالی اهل سینما یه کلاژی از اون تمرینات رو تحویل دادید و تموم شد. خب باشه، به حال سوالات دیگه تکراری بوده، حداقلش اینه دیگه، و دستتونم باز بوده و اینا. ایشالله هم پایان ترم همونه، یعنی خودشون هم تو اون ایمیلی که تو گروه گذاشتید بندم دیدم گفتن واقعا قصدشون این نیستش که حالا بخواید شما اذیت بشید سوالی ببینید، چون حقیقتا سوالات دیستریبیوت سوالات سنگینیه. من خودم اینو قبول دارم اگر عقب ندیده باشید و اینا، یکم شاید ایده دادن توی یک زمان کوتاه سخت باشه براش، اینو قبول دارم. ولی نه من به خدا نمیدونم فردا سوال چیه، نه سوالی دادم نه خیره انشالله. آره امیدوار باشید دیگه، الان ادامه بدیم. بله از زمان استفاده کنیم، و چون میگم واقعا من اگه بابا کنید چیزی میدونستم و اینا بهتون میگفتم، ولی اینم که الان میبینید خب مثلا این تمرینه، ممکنه حالا مثلا آقای دکتر گفتن حالا یه چنین اثباتی هم بچه ها تو تمرین داشته باشن بد نیست، ولی اگر مثلا فهمودن که اثباتی اینو نیست قطعا توی امتحان هم نیست. بله اینا حالا با من نمیدونم چی زدم. بله اون با خانم لینچ هم صحبت بکنید شاید بهتر باشه. خب اما قسمت ب، ببینید ما میخوایم مسئله لیدر الکشن حل بکنیم توی ب، توی یک سیستمی که مسیج پاسینگش به صورت اسینکرونوسه، و نکته ای که وجود داره اینه که منتها توپولوژی شبکه‌ای که ما برای این پروسسور رو در نظر گرفتیم یه توپولوژی خاصیه که بهش میگن توروس، توری هم بهش میگن، حالا فارسیش میشه چنبره. من حقیقتا خیلی علاقه به ترجمه کلمات و اینا ندارم، ولی
ولی این طور... حالا یه چیز شبیه بهش میشه، نمیدونم حالا میشه شاید دیده باشی، من بذار اینجا بکشم. حالا اونایی که درس پردازش موضوع دکتر قدسی یا وی ال اس آی شاید اینجا کسی خیلی خوب کار کرده باشه، این یه معماری خیلی خوب برای کره پرازنده هاست. خب و اونجا هم تو درس پارالل که یه جورایی خیلی شبیه به همین درسه، ما مثلا نصف الگوریتمی که میخونیم معماریش توروس. حالا این توروس چیه؟ فرض کنید که مثلا من انتا پردازه انتا پروسسور یا پروسس دارم و باهاش میتونم یه توروس رادیکال 3 در رادیکال 9 در رادیکال 9 یا همون 3 در 3 رو بسازم. خب حالا اگه بخوام اینجا بهتون نشون بدم چه جوری میشه، این شکلی میشه. این الان یک، البته من خیلی نقاشیم خوب نیست، امیدوارم که به بزرگواری البته میتونم به کار بکنم اینجوری بشه. این فکر کنم حرکت عاقلانه تری است، البته فکر کنم خودش آها بله اینا دیگه چیزای هوش مصنوعی بهش میگن چه میگن، من خیلی تو هوش قوی نیستم ولی کار ما رو دارم. این سه تا، حالا این سه تا رو کپی میکنیم دیگه تنبلی نمیشه. آها حالا اینا رو با لینک به هم بس میکنیم بدین صورت. معمولا اینا هم صاف میکنه، خودش صاف نمیکنه. صاف کن. آها صاف شد. خب اینم میاد پایین. حالا من میکشم دیگه، خیلی طولانی میشه بچه‌ها. ان شاءالله خودش صاف کنه. ناز این. خب اینم لینک‌های نهایی. خب اینو چاله نامه یه سری لینک‌ها چپکی شد. اصطلاحا الان اینی که من اینجا کشتم بهش میگم مش. مثلا یه مش 3 در 3. خب حالا من اگر اینا رو بیام رینگ کنم، این رینگ رو دیگه آشنایید نه، بیام رینگ کنم چطوری؟ این ور رو به این ور بس کنم، این ور رو به این ور بس کنم، این ورم به این ور بس کنم و این ورم به این ور بس کنم، این ورم به این ور بس کنم، این ورم به این ور بس کنم. اصطلاحا یک تروس ساختم. اینجا هم نوشته شده تروس، توری هم بهش میگن و فارسیش میشه حالا چنبره‌ای که ما نوشیم. حالا بحثی که وجود داره اینه که اینا 9 تا پروسسورن و این چیزی هم که اینجا نوشته شده مثلا هر پرازه در این گراف با اندیس آی و جی به طوری که آی از آی و جی از 0 تا رادیکال ان منهای 1 باشه مثلا با اینا همسایه است و اینا، در اصل می‌خواستیم این توپولوژی رو توضیح بدیم که به چه صورت دیگه. حالا من کشیدم اینجا رو مثلا میتونید راحت‌تر رد کنید. اینجا که نوشته تمام محاسبات به پیمانه رادیکال ان انجام میشه، یعنی اینکه مثلا این اگه داره میبره جلو بعد اینجا برمیگرده عقب، رادیکال 9 میشه 3 دیگه، یعنی مثلا آقا چه می‌دونم 0 1 2 دوره برمیگره به 0 0 1 2، یعنی از اگه مثلا شما دید بر اساس عدد مثلا این پرازنده ها میری جلو دیگه بعدی بعد از اینه مثلا 3 نی بعد این دوباره 0. این توضیحاتی که اینجا داده شده صرفا جهت این بود که این حالت توپولوژی پروسسورها رو شما مد نظر داشته باشید. تکنیک ارسال پیاممون هم اسینکرونوسه و مسیج پاسینگ هم هست. حالا ما میخواییم توی این مسئله که هر پردازه یو آی دی داره، هیچ کدوم هم نمیدونن که چند تا پردازه هستن، یعنی مقدار اینو نمیدونن، یک الگوریتم انتخاب راهبر بگیم و پیچیدگی پیامی الگوریتم خودتون رو هم بیان کنید و لینک ها هم دو طرفه هستن. اوکیه؟ سعی بکنید که برای این مسئله از الگوریتم های موجودی که خواندید کمک بگیرید و از اونها رو به خدمت بگیرید. این هم یک راهنمایی دیگه. یه بابایی هم فکر کنم یه مقاله ای داده رو اینو، حالا اونم بماند، نمیخوایم زیاد دم امتحانی برید مقاله بخونید. خیلی ساده است، خیلی هم ایدهش قشنگه، یعنی موقعی که حل بکنی خودت کیف میکنی، سر کیف میکنی و پیچیدگی پیامیش هم می. حالا این میشه بخش ب. تو بخش ب شما هر الگوریتمی بگی که روی این تروس کار بکنه قبوله با هر مرتبه زمان. بخش جیم به بعد که بخش پیچیده و سخت قضیه میشه امتیازیه، یعنی حل کردن اینها برای شما هیچ اجباری نیست و اگر حل نکنید هیچ نمره ای از این تمرین رو از دست نمیدید. ما گفتیم تو این تمرین با توجه به اینکه حالا یه سری از بچه‌ها ددلاین ارسال تمریناشون عقب افتاده، ممکنه درصدی از نمراتش رو از دست داده باشن و اینا، یه راه جبرانی به حال هست که اگر اینا رو حل بکنید تا یه حد خوبی جبران میشه. و حالا این سوالاتی که بایستی از آقای حسام منظر عزیز بپرسید، من خیلی
اطلاعی ندارم واسه شو بخوای، ولی داره. یعنی من باهاش صحبت کردم، اصلا ازش اجازه گرفتم اول که تمرین امتیازی بدم با این نیت، ایشون اوکی بود کاملا، و اینکه حالا این امتیازی ها چه جوری باشه تا چقدر جبران بکنه و اینا رو میتونید با ایشون مطرح بکنید و ببینید که چه تصمیمی ایشون اتخاذ میکنن. حالا من اینا رو اگه بخوام خیلی کوتاه یه توضیح خیلی مختصر بدم، ما اینجا یه لوئر باند میخوایم برای این مسئله، یعنی میخوایم ببینیم دیگه اون الگوریتمی که پایین ترین مسیج کامپلکسیتی رو داره روی این توپولوژی که لینک هم دو طرفه است، حواستون باشه لینک یه طرفه فکر کنم اوپن پرابلم بود، البته فکر کنم الان حل شده چون مقاله‌ای که نوشته اوپن پرابلم خیلی قدیمی بود، ولی لینک دو طرفه است، خلاصه همه مسائل لینک ها دو طرفه است، این نکته رو در نظر بگیرید. حالا این لوئر باندی که بخواد روی این محاسبه بشه روی لینک دو طرفه چقدره؟ این لوئر باند رو اول به دست بیارید، بعد که لوئر باند رو به دست آوردید حالا الگوریتمی با اون لوئر باند بگید. منتهی مراتب این الگوریتمی که شما میخواید بگید خیلی مهم میشه که آیا یه پروسسور یا یه پردازه میدونه که لینک هایی که مثلا داره، یا به عبارت بهتر اگه بخوام بهتر بگم همسایگانی که داره، مثلا الان این پروسس 4 تا همسایه داره، یکی بالاشه، یکی چپه، یکی راسته، یکی پایین، نورث، ساوث، چنم وست، ایست، آیا میدونه هر کدوم از این لینک ها چه جهتی از خودش قرار دارن یا نمیدونه؟ چون دونستن یا ندونستنش باعث میشه که اون الگوریتم متفاوت بشه. دالوهه همینو میگه، توی دال میگه آقا شما فرض کن که این لینکاش برچسب گذاری شده است، یعنی پروسسور میدونه که این لینکی که مثلا الان میخواد بهش بفرسته لینک شمالیه، لینک جنوبیه، لینک چپیه، لینک راستیه، یا نمیدونه. علیه حال برای هر دوتاش اثبات کردن که در هر دو حالت الگوریتمی وجود داره که این لوئر باند رو میت میکنه. پس جیم و دالوهه به عبارت یه سواله مونتا با ورینت های مختلف، شما قراره یه الگوریتمی ارائه بدی با پایین ترین مسیج کامپلکسیتی ممکن لوئر باند و اثبات بکنی که اون مسیج کامپلکسیتی هم لوئر بانده، و حالا اون الگوریتمی با این فرض حل میشه که لوئر باند رو بگم اینا کنید دیگه، هست به خدا، هست اینا همش قبلا حل شده. و آخه اینو بگم جیمو گفتم اینجوری نگفتم، بعد اثبات بکنید که اونه ها. خب اونو دیگه بگم که دیگه مقاله رو هم دید می نویسید. اینو خدایی یکم روش کار کنید، اینو خداوکیلی یکم روش کار کنید، او اینه آقا، ولی روش کار کنید. اوکی اینو دیگه بیشتر این نمیگم، بذارید این امتیازی و امتیازی بمون، حالا من سوال دیگر رو بیشتر، ولی آره اون باورم بی خیال شید، پیدا میکنید یکم جستجو کنید، ولی هست، خیلی هم قشنگه، یعنی موقعی که میخونید کیف میکنید، کلا این توپولوژی خیلی توپولوژی قشنگیه. حالا میگم اگه کسی درس پارالل داشته باشه مثلا خیلی سوپر روال. حالا دیگه اوکی، پس اونم او ان، اون مرتبه لور باندم او ان، ولی بعد اثبات بکنید که چرا از او ان کمتر نمیشه. البته اینم هم اثباتش مسخره است، دیدی گفتم نباس بگم، بی خیال شید. بعد اینا هم اون الگوریتم میشه. حالا مسئله 4 میخواید اول 5 رو بگم بعد 4 طولانی، 5 راحت. اون جی اچ اس و کد پری کاندیشن افکت رو براش بنویسید، همین مثل فرمت لینک تموم شد این مسئله، که میشه سوال 15-32 کتاب، و همین کد به فرمت لینک برای الگوریتم اسینک جی اچ اس، یعنی حالتی که اسینکرونوس بشه. خب شما مطمئن باشید جی اچ اس از اهمیت بالایی برخوردار هست، هم برای امتحان، هم برای تمرین ها، هم برای خود دکتر ایزدی. و جی اچ اس رو فکر کنم از اول ترم هم روش باید یه تاکیداتی داشته باشن، یعنی بخونید جی اچ اس رو. من اینو برادرانه میگم، چه استاد تاکید داشته چه نداشته، جی اچ اس رو خوب بلد باشید، اسینکرونوسش رو به خصوص. حالا با توجه به اینکه اسینکرونوس رو قطعا اشاراتی داشتن، اینجا من یه کد میخوام همین. بعد اسینکرونوس ماهیتا همون سینکرونوس هست دیگه، یه تفاوت تغییرات جزئی داره دیگه، اونم بخونید تو کتاب کامل در میاد. اوکی بریم 4، میریم 4 الان بچه اوکیید جان؟ یه لحظه معلومه.
پس بریم بله میریم سراغ سوال چهار. من بخونم چون حقیقتاً اینا رو خیلی وقت پیش تر کردم زیاد یادم نیست. خب فرض کنید یک شبکه دو طرفه دارید، یعنی لینک و بای دایرکشنال از تکنیک ارسال پیام به طور نامگام استفاده میکنیم. آفرین مال فصل خون. این شبکه رو میتوان در قالب یک گراف مدل کرد و لزوما این گراف کامل نیست، یعنی لزوما همه این نودها با هم لینک ندارن. فرض کنید هر پردازه دارای وزنی معادل یک یا دو میباشد. با شروع از یک پردازه، یعنی ما یه اینیشیتور پروسسور داریم، یه پروسسور، پروسسور لفظ پارللیه، لفظ اینجا پروسسی داریم که این قراره از این آغاز بکنیم و یک درخت بسازیم. یعنی پس اون پروسس آغازگر میشه ریشه این درخت. درختمون از نوع شورتست. پس متوی مرتب، حالا که بحث وزن معمولا پیش میاد، این ابهام ممکنه به وجود بیاد که این شورتست پس مجموع وزناست یا مجموع تعدادیال ها. اینجا ما منظورمون از شورتست پس حداقل مجموع وزناست نه مجموع تعدادیال ها. یعنی اگه شما مثلا چه میدونم یه درخت اینجا داری، اینجا مثلا یه درختی داری حالا و بعد اینجا یه نودی هست، اینجا هم یه نودی هست، مثلا من اگه از ریشه بیام به این نود برسم 10 تا لینک عبور میکنم، از ریشه بیام به این نود به این برگه برسم مثلا 5 تا لینک عبور میکنم. خب ولی وزن این کمتر از اینه، پس این شورتست پس منه. یا ببخشید البته این چه کاری بودم کردم یه لحظه. اگر اینجا دو تا مسیر داشته باشیم، ها مثلا من یه مسیر بتونم بیام به این برسم، حالا 10 تا لینک باشه، یه مسیر دیگه بیام برسم 5 تا لینک باشه، این اون و این 5 تاییه وزنش بیشتر از این 10 تاییه باشه، من 10 تاییه رو انتخاب میکنم. یعنی میخوام بگم که تعداد یالها برای من ملاک نیست، وزن پروسسورهایی که میت میکنم تا به اون برسم. نه لینک نه، خود پردازه. ببین پردازه ها، خب مثلا شما اینجا شدم یه گرافی داری، بذار یه مثال اینجوری بزنم. خوبه این گراف منه، این گراف من خوبه. خب مثلا این الان هست وزنش چه میدونم، حالا نمیخوام مثل این مثال بزنم و کلی دارم میگم، من الان رو پرازه اصلا مثال میزنم. فرض کنید که یکم پر بذاری طولانی ترش کنم، نمیذارید داست که بایستم. این نه فرض ببین چیست. خب یه لینک، حالا فرض کنید که مثلا این وزنش یکه، این وزنش یکه، این وزنش سه می باشه. من اگر میخوام الان مثلا من یه درخت شورتست پس بکشم، خب از این در بیارم دیگه، مثلا از این نود به ریشگی این نود میخوام ببینم که شورتست پسم تا اینجا چیه. خب اگر اینو شما انتخاب بکنی میگی دو تا لینک عبور میکنم، اینو انتخاب بکنی میگی من از سه تا لینک عبور میکنم، ولی از این سه تا لینکی که عبور میکنی دو تا پروسسور هستن که وزن هر کدوم یکه، پس وزن این مسیر دوه. اما از این مسیری که عبور میکنه یه پردازه عبور میکنی ولی وزن این مسیر سه، من مسیر بالایی رو انتخاب میکنم. چرا؟ چون مسیر بالایی وزن کمتری داره. شورتست پس من توی این سوال وزنیه که روی این پروسسور هست نه تعداد لینک ها. حالا این وزن روی پروسسور رو شما مثلا توان پردازشی در نظر بگیر، اگه بخوای مثلا دنبال یه چیز واقعی بگردی فکر کن اینا توان پردازشیه. خب هزینه لینک ها هم ناچیزه. خب اگه مثلا از هزینه لینک ناچیز باشه شما هم مسیر بالایی میری هم مسیر پایینی میری، هم مسیر بالایی میری وزن کمتری رو خرج کردی، هم مسیر پایینی وزن بیشتری رو خرج کردی. خب بنابراین موقعی که من میخوام درخت بکشم این مسیر رو توی درختم میذارم نه این مسیر رو. اوکیه، اینم از این. حالا میخوایم پس یه درخت بسازیم از تو دل این گرافه، درسته؟ و وزن هر پردازم یا یکه یا دوه دیگه، حالا اینم آربیتراریه. به طوری که هر پردازه یکی از همسایگانش در گراف را به عنوان پدر در درخت مذکور انتخاب کند، به نحوی که با دنبال کردن پدرهای هر پردازه با کوتاه‌ترین مجموع وزنها به پردازه آغازگر یعنی همین روته برسیم. میدونی چی داره میگه؟ میگه آقا مثلا تو این گرافه، خب مثلا این پردازه دوتا چیز داره، دوتا همسایه داره، درسته؟ بین این دوتا مثلا بایستی یکی رو به عنوان پدرش توی درخت در نظر بگیره، ولی باید اونی رو به عنوان پدرش در نظر بگیره
که من موقعی که مثلا میخوام از این پردازه شروع بکنم برم به ریشه برسم، کمترین مجموعه وزن رو طی بکنم. یعنی چی؟ یعنی اگر اون یکی پردازه رو میذاش پدرش، من اگر اینجا شروع میکردم حرکت کردم رفتم به سمت ریشه، وزن بیشتری رو طی میکردم تا برسم به ریشه. گرفتی چی شد؟ یعنی الگوریتمی که قراره اجرا بشه داستان اینه که پردازه بعد بفهمه که کدوم همسایه‌شو بکنه ریشه‌اش، که موقعی که من از اینجا شروع میکنم به بالا رفتن تا رسیدم به روت، کمترین وزن رو طی بکنم. اگر اون یکی میومد وزن بیشتر میشد. و این به جد اینم رب داره دیگه، همینطور جدن در جد بره تا برسه به اون ریشه. ما میخوایم یه الگوریتم برای این ارائه بکنیم و بعد از اینکه الگوریتم ارائه شد، پیچیدگی پیامی، زمانی و بیتی الگوریتم رو کنیم. یعنی ممکنه که اصلا مسیجایی که شما میخواید بدید مسیجای چند بیتی باشن و اینم داره خوش میگه دیگه، یعنی داره یه جوری هینت میده که آقا الگوریتم چجوری باشه و اینا. من دو تا توصیه میتونم بهتون بکنم، یعنی میخوام دو تا راهنمایی بکنم برای حل این مسئله. یکیش اینه که بی اف اس استفاده بکنید، یه تغییر جزئی و کوچولوی توی بی اف اس بدید و با استفاده از همون بی اف اس. آره دیگه وزن دارن دیگه، آره قربونت، ما میخوایم شورت اسپاس بسازیم و میخوایم کمترین وزن اینا رو ببینیم. بنابراین موقعی که میخواد پرنت انتخاب بکنه مهمه که کدوم پرنتش باشه. یه راه حل اینه که آقای محمدی فرمودن بی اف اس استفاده بکنیم. خب دیدگاهی که ایشون داره و دیدگاه بجا و درستی هم هست، دیدگاه الگوریتمیه و ذهن آقای محمدی ذهن الگوریتمی هست و الگوریتمی نگاه میکنن، الگوریتمی فکر میکنن. ولی بحثی که آره دیگه جزئیاتو باید تغییر بدید، یعنی فکر نکنید همون اون بی اف اس رو فقط لزوما بدین جا، یعنی بی اف اس یه تغییراتی بکنه جزئیاتش که بخوره به مسئله ما. یه عدد دوستان دید ریاضیاتی تری دارن، دیدشون دید ابسترکت تریه، دید چنان فرمال تریه، میان میگن آقا من بیام چیکار بکنم به جای اینکه بیام پردازه های وزن دو داشته باشم. یادتون یه تمرین داشتید گراف ریداکشن میزدید، ها اینجا گراف ریداکشن بزنم اون پردازه هایی که وزنشون دو رو بکنم دو تا پردازه وزن یک با یه لینک متصل به هم و اینجوری چه میشه؟ اینجوری مسئله خیلی ساده تر میشه. و دیگه اینم روش دوم کار هستش دیگه. فقط بعد حواستون به ساختار باشه دیگه، ساختار گراف به هم نخوره. یعنی تو اینا دیگه درسای یه چیز دیگه، گراف تئوریه دیگه. تو گراف تئوری چوری گراف ریداکشن بزنی که مثلا وزن پردازه که دوه تبدیل بشه دو تا پردازه با وزن یک، این لینک ها رو به هم وصل بکنید. البته فکر کنم تو طراحی الگوریتم هم آخرها الگوریتم های شارمار میخوندیم، اونجا هم یه چنین چیز شبیه به اینایی بود اگه خاطرتون باشه. مثلا میگفت گرافه رو اول نرمال کن به این سب کن بعد برو جلو، یا اونجا توی شورت اسپاس و این صورت. حالا دیگه این دیگه با خودتون. من دو تا ایده رو گفتم، پس یکی که همین ایده آقای محمدی فهمودن و به نوعی بیایم از تکنیک بی اف اس استفاده بکنیم، دست به ساختار گراف نزنیم. یه ایده ایده ریاضیاتیه که بیایم دست به ساختار گراف بزنیم، گراف ریداکشن بکنیم و اون پروسسورهایی که ببخشید اون پروسس هایی که وزن دوان رو بکنیم دو تا وزن یک و بریم جلو. و پیچیدگی زمانی و پیامی هم البته متفاوت میشه هر کدوم این اپروچ رو اگه انتخاب بکنیم، ولی مهم جفتش اوکیه. آره آره دقیقا رو کاغذه، همه چیز رو کاغذ. حالا میام دو تا ایدهش هست دیگه، حتی دو تا ایده دیگه هم داره راستش رو بخواد، ولی صرف نظر بگذری همین دو تا ایده هم کافیه، اونا خیلی پیچیده تره ولی اینا ایده های ساده است. خب آقای محمدی با سوال دارم، با میگه با اینکه خود پردازه ها با علم اینکه وزنشون دوه باید این تبدیل رو شبیه سازی کنن، یا میشه یه جوری وزن نودها رو بدیم روی یال ها بدون ریداکشن؟ من اول جواب آقای محمدی رو بدم. به آقای محمدی، ما این گراف رو موقعی که میخوایم حل بکنیم خودمون اول تبدیلش میخوایم بکنیم به گراف دیگه و بعد الگوریتم اجرا بکنیم. یعنی پس لزوما اینطور نیستش که پردازنده ها بدونن وزنشون دوه. اوکی آقای میرزا بابایی، میگم این مسئله هم ممکنه مثلا یکی برگره به یا من این وزن پردازه ها رو میخوام مثلا این کارو بکنم، ببین ممکنه به باگ بخوری چون ساختار گراف ممکنه به هم بریزه. یعنی ممکنه اون مسیری که انتخاب تو میکنی، ما اگه وزن یالا رو برگردونیم بزنیم رو پردازنده ببینیم اون نشد که مثلا باید بشه. میدونی اثبات نخواسته بچه ازتون این مسئله؟ یکوش اثبات نخواست، عیب شد.
بعد اون موقع بعد اثبات میشه که الگوریتم تو به ازای همه گراف ها درسته. میدونی نرید اونجور جا. حالا البته میگم اینا چه دیدای گراف تئوریه ها، مثلا دیدی که آقای میرزا عبیدی داره دیدی گراف تئوریه که میگه من وزن کرونا نیست بچه ها اصلا، که من این دید چیز پرازنده ها رو مثلا اینکه پرازنده ها وزنشون رو ببرم روی یال ها و حالا اونجوری مسئله رو حل بکنم، اینم یه دیده و اگه بتونی اثبات بکنی مسئله درسته خب خیلی قشنگم هست، ولی خب غلط باشه نمره نمیگیره دیگه. یعنی اینکه حالا هر جور راحتید. میگم من حداقل 3 4 مدل پاسخ برای این سوال دیدم، ولی دو تاشو بهتون گفتم. اون دو تای دیگه اونی نبود که آقای میرزا بابایی فهمودن، ولی اون دو تا خیلی سخت بود، این دو تا راحت‌تر. مسئله خیلی قشنگیه، جالبه، اینا حل کنید دیگه. خواهش میکنم. بعد خدا رو شکر. بعد هم فکری مجاز است، راه حل برای خودتون. اینا رو هم PDF بفرستید. تایمر رو گوشم برای نظر سنجی.